توی ترانه ای که تقریبا میتونم بگم یکی آخرین ویدیو کلیپ، چون الان بیشتر ویدیو کلیپ میدیم بیرون، دلیلش هم شاید بگیم به هموطنانمون به خاطر اینکه از لحاظ بیزینس آلبوم برای نه هنرمندان، برای اینترنت اصلا کاری کرده که سبک تمرین بیزنسی و کاری رو تغییر داده. این یادمه قبل از اینکه ویدیو کلیپ بشکن بیاد بیرون، بله بله، شما این طرحش رو با هم یه صحبتی داشتیم، بله بله، حتی گذاشتین هم برمون. بله، چجور میشه که برمیگردی اینقدر به عقب؟ یعنی داری یه فرهنگ قبل از انقلاب رو نشون میدی، حالا رجبه خوبی یا بعدیش ما نمیخوایم اینجا قضاوت بکنیم، بله، بیشتر نمایش این کار. این ایده از کجا اومد؟ شعرش بالات راوی خیلی کار قشنگی رو ویدیو انجام داده، من خیلی خیلی راضیم از کاری که انجام داده. من این شعر رو مدت زمان چند سال پیش اتفاقا من از بابک گرفتم، بابک روزبه عزیزم خیلی کارهای قشنگی برای من نوشته، ممنونم ازش واقعا صمیمانه. و کاری که این کار رو یه مقداری طول کشید تا من قسمت موزیکیشو بتونم با خودم کنار بیام که اینو یه جوری باید اجرا بشه که به اون کلام بخوره. و منو کاملا همیشه هر وقت من این کارو میخوندم منو یاد فیلمای فارسی قدیمی مینداخت. اخ 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 میکنی تو میشوی صدامو، اوه 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 میکنی لباس پوشیدنامو، سلام میگم ایش میگی چپ چپ میری، هی 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 چپ و راست حالمونو میگیری، بشکن بشکنه من نمیشکنم دل عاشقمو، بشکن و بشکن چون میتونی برای تو میمیرم خوب میدونی، به صاف و صوف بودن من میخندی تا میتونی خالی واسم میبندی، همه ادامو در میاری، بشکن بشکنه من نمیشکنم دل عاشقمو، بشکن و بشکن چون میتونی برای تو میمیرم خوب میدونی، و کاملا هم دوست داشتم همین معنا در تصویرشم باشه، چرا که ما این فرهنگ قدیمی هستش، کما اینکه به نظر من هنوزم فیلم‌های فارسی قدیمی، خب الان سینما ایران خیلی هم کارهای ما پخشش می‌کنیم، بله بله، خیلی کارهای قشنگ داشتیم، بله، کارهای سینمایی خب جدید خب بسیار قشنگ با فضای امروز، یک مخاطبین بسیار زیاد و خیلی هم خیلی کارهای قشنگی انجام میشه، ولی خب خاطرات سینمای دهه 70 یا 60 ایرانم، انگلیسیشو میگم دهه 60 و 70، خب اونا خاطرهایی که من باهاش بزرگ شدم، سینمای خدا رحمتشون کنه آقای فردین، آقای ظهوری، نمیدونم آقای ایرج قادری، آقای ناصر ملک مطیعی خوشبختانه به حیات هستن، و این اینا من فکر کنم یه چیزی که سنی که از ایران خارج شدی یه سنی بوده که تونستی خیلی چیزها رو تو ایران لمس بکنی. آخه من اصلا من فارسی رو با فیلم فارسی یاد گرفتم. من این فارسی که صحبت میکنم بعد کلاس دوم راهنمایی که تو اینجوری صحبت نمیکردم، که تنها چیزی که منو در زمان نوجوانیم، حتی من رفتم امریکا و گوش میدادم، میگم فیلم میدیدم، اگه تو خونه فیلم فارسی قدیمی رو میدیدم، خب تمام اصطلاح ها این چیزها رو از اون تو یاد میگرفتم، من که کلاس فارسی بیشتر از 6-7 کلاس نخوندم که، برای همین اینا خب قسمتی از خاطرات منه، قسمتی از خاطرات شیرین همه، دوست دارم من قضیه مثلا آبگوشت خوری فردین و آرمان و ظهوری. خب تو زندگی هم این کار رو انجام میدی دیگه، باری کلا تو بد اخلاق، بد اخلاق ببخشید، بله، خب من اینا رو دوست دارم، عاشق این چیز هستم، هنوزم بعضی وقتا یه 10 دقیقه 20 دقیقه شروع یوتیوب و اینترنت هم پیدا کنم، باز میشینم یه حد مات این خاطرات میشم و نگاه میکنم لذت میبرم.
منصور عزیز، قرار بود راجع به زندگی خصوصی صحبت نکنیم. خود صحبتم نمی کنم، احترام میگذارم. خواهش میکنم. نه ولی خب بالاخره همه دنیا طرفدارات هموطنانمون فهمیدن که منصور به عشق زندگیش رسید. خواهش عزیز میکنم. پس بله. همجا بهش سلام میرسونم. منم افتخار آشنایی باشون دارم. خواهش میکنم، محبت داریم. خیلی جالبه که در زمانی که خیلی از شعرها و ترانه های عاشقانه رو که خود درست میکردی بله. و ارائه میدادی، بیشتر باز به اون رابطه شخصی و زندگی خودت رابطه داشت. اینو میگم چون یک روز من با ایشون از آمستردام تا فرانکفورت ترانه های زیبا گوش میکردیم، ترانه زیبای خودشون رو، و میخوندیم با هم دیگه. خواهش. این رابطه ها بوده که این ترانه ها رو ساخته، درسته؟ یعنی احساس منصور پشت این ترانه ها هست. خب ببین، به من اینجوری بگم، دنیایی که به من کاری میاد تو ذهنم و میپردازم و میسازمش باید دنیای راحتی باشه برام، دنیایی که یک فضایی به وجود بیاد، در اون لحظه یک جرقه‌ای بزن، آدم یک کاری رو پیاده کنه. وقتی کسی رو که دوستش داری و تنها کسی که دوستش داری و در کنارت هست و آرامش رو داری، خیلی احتمال اون لحظاتی که کار به ذهنت میرسه و تولید میکنی و تو مغز یه چیزی رو میسازی، خیلی احتمالش بیشتره. و اون حس کودکی و کودک درونه که شارژ به طور کل ازش یک چیزای بامزه‌ای همینجوری سر میزنه و به وجود میاد. برای همین خب چیزی رو اگر دقیقاً، نمیتونم بگم دقیقاً این یکی رو برای این موضوع نوشتم، ولی آرزومه یکی از تنها آهنگایی که در یک مورد قهری ما دلیلی از آشنایی آشتی کنونامون آهنگ آرزونه بوده. یعنی بالاخره اون انگیزه بوده که این ترانه درست آره. شده. یعنی در اواسط تولیدش بودم و دنبال یه دلیلی میگشتم که از این قهریه یه جوری در بیایم، غروره اجازه نمیداد و اینا. تلفن رو یواشم و اینو گوش کن گذاشتم و یه جورایی همه چی جوش خورد. هموطنان عزیزم، هر کدوم آقایون ببینید از الان غر میکنین با خانمای عزیزتون یا دوست دختراتون، آقایون باید برید یه ترانه بخونید، اگرم بلد نیستید آرزومه رو بخونید، میبینید که کارش انجام میشه. آرزومه آرزومه که در و وا بکنی بیایی تو خونه، تو رو تو بغل بگیرم عاشقونه. آرزومه به نتیجه میرسی. به نتیجه میرسی. نیکس پرزین استار و بودن در برنامه نیکس پرزین استار، اول باید راضیت میکردم. به این راحتی نبود بینندگان عزیز که ایشون هم الان قبول بکنه، ولی خب رفتن ایشون، چون خب تو امریکا شما نمیتونید برنامه رو ببینید. بله بله. توی اینترنت دیدین و راضی شدین. منصور جان چه احساسی بود این هموطنانمون میدیدی، این هنرمندای خوب که دارن واقعا تو ایران زندگی میکنن با اینقدر ذوق صداهای زیبا، چه تجربه‌ای بود این یک سالی که با ما همراه بودیم؟ ولاد خیلی 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 خوشحالم که شرکت کردم در برنامه‌تون، به خاطر اینکه هم خیلی یاد گرفتم، هم خیلی یه صمیمیت خاصی از نزدیک با این عزیزان پیدا کردم و متوجه این شدم که چقدر ماشاءالله هزار ماشاءالله استعدادهای خوب در مملکت خودمون هستش و چه خوب میشه که از طریق این سکو معرفی میشن و راه رسیدن به موفقیتشون آسوده تر میشه، آسون تر میشه و دیگه از جایی که شما معرفیشون کردی، دیگه از اونجا به بعدش دست خودشونه با پشتکار و انتخابهای صحیح و درست که بتونن این راه رو ادامه بدن. ولی واقعا تجربه عالی بود و من فکر نمی کنم اگر امروزم برمیگشت به اون زمان باز همین کار رو من انجام میدادم. هیچ واقعا پشیمونی نسبت به انجامش ندارم. من اینجا کلامو قطع میکنم ولی این برنامه رو ادامه میدیم. بینندگان عزیز، امروز سعادت خیلی زیادیه،
منصور عزیز تولدشه و من افتخار اینو دارم که توی روز تولدش برنامه وی آی پی رو انجام بدیم. به خاطر همینم یه کیک کوچیک آماده کردیم. آه مرسی. آه ثانکیو. آه خیلی ممنون. میدونستم داری یه کاری میکنی آقا. تولدت مبارک. قربونت برم. مرسی پدرجان. قربونت برم. مرسی. ممنون. خیلی ممنون. صمیمانه از طرف من تمام این دوستانمون توی ریکسوس هتل هم که الان هستیم و در مسابقه تمام همکاران ما در قسمت فیلمبرداری و کارگردانی تبریک فراوان. مرسی. ممنونم. با هپی بردی. بهترین آرزوها و همیشه اینجوری بمونی، شاد بمونی و برای ما این کارهای قشنگ رو. سورپرایز خوبی بود. مرسی. ممنونم. جهانی داره این شبای جوونی، جهانی داره امشب پیشم بمونی، جهانی داره این شبای جوونی، جهانی داره امشب پیشم بمونی. وای خوشگله کادوی خوشگلم برات گرفتم، ولی اونو بعدم بهت میدم، جلوی دوربین نمیخواستم. خواهش میکنم. بده خجالتم دادین واقعا. ما جای خانوم و خانواده شما رو امروز خالی میدیم. زنده باشی. میدونم دوست داشتی امروز پیش خانواده باشیم، ولی خب امروز دیگه به فکر کالوری یا اینا نباید باشیم. نخورده باید. امروز که من فیلم برداری خوبی از شما کردم، ولی خب اجازه پخش ندارم. چرا؟ خب ورزش میکردن. من هم تو این فرصت رفتم، بدون اینکه اصلا خودش بدونه منصور عزیز، شروع کردم ازش فیلم برداری کردن. البته خب این برای خودم نفهمت. حالا شاید هم نشون دادیم. بدم کن بذار به کارم برسم. کجا دیدی من اینجا؟ آقای جعفری. بلند کن آقا. آقای جعفری. چطوری آقای جعفری؟ This is منصور جعفری. پرایویته. چطوری؟ Thank you. مدارو چی دیدی؟ بس قولا خوب ندیگه. قول قوله. جای همه همیهنان خالی. امیدوارم که دلتون نخواد. ولی اگر هم دارید تو خونه که یه نون خامه‌ای چیزی با ما بخورید که خوشحال میشم. مرسی. آقا خیلی ممنون. آقا خواهش میکنم. باز میگم از خانواده دور هستین، ولی خب در خانواده بزرگ، کنار خانواده بزرگ. زنده باشید. هموطنانمون که این برنامه رو ببینن. یک چیزی که برای من بعد از دیدن برنامه این اکسپرزین استار جالب بود، چون من مینشستم خب اینا رو توی ادیت بعدن همه رو چک میکردم، چندین بار میدیدم. بله. یک انرژی خاصی شما به شرکت کننده ها میدادی، خیلی جالب بود. بله. خب اینا دوستانی که میان اونجا دفعه اولشون میان جلوی دوربین، با یه استراب خاصی میان، براشون خیلی مهمه، بعضیا براشون مثل زندگی میمونه، یعنی ادامه حیات واقعا این قضیه. بله. و این برام خیلی جالب بود. این سوپر استارایی که داشتیم، 5 نفر فینالیست، البته واقعا بگم هر 15 نفری که توی فینال بودن عالی بودن. ولی شروع بکنیم از رحمان که نفر اول شد. بله. رامچین و بقیه دوستان، واقعا آدم وقتی میبینه اینقدر استعداد نهفته و چقدر جوانای خوب، مؤدب، دوست داشتنی، لذت میبره اینطوری. کاملا واقعا همه این حسی که شما نسبت بهش اشاره میکنیم، من خودم واقعا هر تک به تک اونا که بچه هایی که میمدن اجرا میکردن شرکت کنند، من خودم رو جای اونا میدیدم و واقعا این 10-15 تا آخری ها که مونده بودن واقعا همشون خواننده بودن. به خاطر اینکه خیلی سخته شما همینجوری بدون موزیک، بدون هیچ چیزی بیای وایسی جلو 4 تا آدم غریبه که کارشون هم اینه، وایسید و سعی کنید خیلی راحت و خوب بتونی یه کاری رو اجرا کنی. خیلی سخته. شما اگر هر شغلی، هر کاری، فوتبالیست خوبی هم باشی، وقتی میدونی دارن قضاوت میکنن و وایستادن شما قضاوت کنی، توپ از زیر پاد ممکنه در بره.
آدم نروس میشه دیگه، تمام نروای آدم یه خورده از خط صافی که داره میره یکم میندازه این بر اون بر. سال پیش شما تولدتون کجا بودید؟ من سال پیش یادم لس آنجلس بودم. آره لس آنجلس. چیکار میکردی؟ خب با خانومم رفتیم شام اتفاقا بیرون، امسال هم همون کارو کردیم ولی چون مسافر بودم دو سه روز زودتر به بهانه تولد جاتون خالی رفتیم بیرون. تولد شما جشن گرفتیم. بله البته بله. ماشر منصور خیلی 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 خوش صحبت، پر انرژی و اصولا از هر فرصتی هم استفاده میکنه که با خانواده با دوستان همیشه رابطه خیلی قشنگی داشته باشه و اینو من واقعا همیشه به قول خودتون اپریشیت میکنم، لذت میبرم. خواهش میکنم، محبت داریم. ملایم عطرت نگاه تو آرومه، حضور تو با من نجیب و معصومه، من از تماشات که خستگی میره، کسی تو قلب من جا تو نمیگیره، ندیدی تو خوابم مثال من عاشق، نباشی میمیرم به این میگن عاشق، ندیدی تو خوابم مثال من عاشق، نباشی میمیرم به این میگن عاشق، آرامشت مثل صدای بارونه، سپردن قلبم به عشق داسونه. خب منصور عزیز از وقتی که من دادی بینایت ممنونم. خواهش میکنم، مثل همیشه لذت بردم. منم همینطور واقعا اینو جدا میگم، یعنی احساس کردم باز رفتیم یه جایی نشستیم داریم به هم تعریف میکنیم. باور کن گاهی اوقات من حتی دوربینا رو فراموش کردم، یعنی تقریبا میتونم بگم نگاه به دوربینم حتی نکردم. کاملا چون لذت خاص همیشه بیرو باهات داشتم. محبت دارم، قربونتون برم خشیر جان، همیشه من لذت میبرم. مرسی از این همه زحماتی که میدونم واقعا با بسیار مشکلات و امکانات کم خیلی زحمت شما برای تلویزیونت میکشی، یه فول تایم مطب داری و باید به کار زندگی دکتری از یه طرف رسیدن و از یه طرف به این کارا رسیدن، ماشاءالله امیدوارم خدا به شما هر چی بیشتر انرژی بده که بتونین این کارهای قشنگ و شغل خودتو در کنارش بتونی همینجوری ادامه بدید. ممنونم. من از شما ممنونم، باز تولدتون تبریک میگم. فدات شم. یکی مرسی. از پر انرژی ترین هنرمندا توی اوباوزن همیشه شما هستی. فدات شم. مرسی. با تیکه های از این برنامه که همیشه یک گروه خیلی خوب میاری، گروه های موزیک مختلف، یعنی این که میگم سعی میکنی همیشه کار جدید ارائه بدی. بله بله. این همیشه برای عزیزانی هم که توی کنسرت های شما میان همینجوری، یعنی همیشه با یک سورپرایز از طرف منصور مواجه میشن، حالا بله. یا یه ترانه یه ویدیو کلیپ جدید یا یه گروهی که روی استیج میره، البته خب بستگی به استیج داره، یه جایی مثل اوباوزن شرایط بزرگ بله همه استفاده میکنید. تولدت مبارک، ما بهترین آرزوها از طرف تمام عزیزانی که دارن این برنامه رو میبینن و خودم زنده باشی. دوستت داریم منصور عزیز، همیشه موفق و پیروز. مرسی، ممنونم از بینندگان عزیز، سپاسگزارم. مرسی که این همه همیشه به من محبت دارید، امیدوارم که همیشه دلتون شاد و لبتون خندون باشه. مرسی. تو نمیشه
نازک داره جی نباش رو پیرهن قصت اگر لک و پیز نازک داره جی نباش دو پش اگر به دستشون سرخ و خیز نازک داره جی نباش نازک داره جی نباش کلاغ گفت شیطونی آتا به تاست یه وقت نشی سیاسفید گل به کیز نازک داره جی نباش